شما بیننده گفتگوی ویژه با آقای جمعه‌خان همدرد ولی پکتیا هستید. در این بخش میخوایم روی کارکردهای شما آقای همدرد مکسی داشته باشیم. علت تبدیلی شما از ولایت بغلان چی بود؟ و زمانی که شما از ولایت بغلان کنار رفتن، برخی فرماندهان جهادی را در توطئه در برابرتان متهم کردن، چرا؟ تصفیق بغلان تازه شکل بغلان ترالم بغلان که حالت اصلا اداره وجود ندارد. البته حتی په کلو کې په ولسوالیو کې شخصي مابسونه وو، کومه فابریکه چې د قند او د سیمټ ده دا شخصي وې، نساجي فابریکه شخصي وه. حتی لس کلنې پنځلس کلنې ونې وهل کېدلې او ځمکې توجیه کېدله. ما طبیعي شکل چې هلته یو اداره جوړه کړه او دا شخصي مابسونه مې ختم کړل. دا فابریکې چې د خلکو په لاس کې وې دا مې دولتي کړلې. هغه مسله قمندانان چې وو هغه ډی ډی آر کړل او سلام تسلیم کړل دا هغه ته ډی ډی آر ته دایک ته. هغه یو تعداد خلکو چې په کابل کې وو هغوی زما حضور په بغلان کې د هغوی لپاره د منلو وال نو دا توطئه اصلا د کابل نه ماته جوړه شوه. از کابل کسایی که توطئه کردن اونا کی ها بودن؟ ډېر روښانه او واضح وایم چې په هغه وخت کې دغه وخت معاون د رئیس جمهور و، یعنی آقای مارشال فهیم دغه امازیا مسعود شما را قبول نکرده بود در بغلان؟ پس مردم چرا در برابر شما ایستاد و تظاهرات کردن و راه های کابل مزار و کابل بدخشان و کندوز را مسدود کردن؟ صدقه در مردم کلمه سر از اصلا قطعا موافق نیم. دیر در مو مشران دا خبر اگه که مردم قبول نمیکد دی خبر کلمه سر از موافق نیم. دا یو چو لندغر خلقو چه ده پیسو که بدل که اما اتدادشان کم نبود آقای همدرد، اونها بیش از هزارها نفر بودن. دیر کم بود که تاسی واسم دید که خمری چوک تا لس نفر رو باسی او ده شل ده خول پر رو درگی نو لس در موتر بود درگی ساید بین دا تاسی طول پا تظاهرات کی سبوی ارگز نه. چرا خیلی به این شکل مطرح میشه که عدم رضایت مردم سبب شد که شما از ولایت بغلان تفیل شد؟ موافق نمیشه دقیق زمان شمال که دا اکثر خلق د مردم کلمه دی چې مردم اصلا د خلق هیڅ خبر هم نه دی، خدای دې مردم کلمه استعمالي تاسو ورسره مرشه دا خلق چې د کابل نه تحریک شي وي زما په خلاف حرکت کړي او تاسو خدای وس ورشه غوینه پښتنه وکي هغه به خپل هم د ما خبره ته وکي چې موږ استعمال شو موږ اشتباه کړی. خوب اگر به این شکل بود پذیریم که در ولایت بغلان پس در برابر شما توطئه صورت گرفت و شما از ولایت بغلان تبدیل شدین، در ولایت جوزجان پس شما چرا برکنار شدین؟ جوزجان که عین خبر هم ما زه چې کله جوزجان ته رئیس جمهور مقرر کړم شاید ما خبر رئیس جمهور واوری زه ما نه غوښتل جوزجان ته لاړ شم. په دې خاطر ما نه غوښتل چې زه پوهېدم چې هلته د نفتو مسله ده، هلته ټوله اداره جنرال دوستم په اختیار کې ده. زه که هلته لاړ شم دوه خبرې دي که ګزاره کوم نو بیا څه معنی لري که حکومت کوم طبیعي دي چې جنرال دوستم مخالفت کوي. او د دې تر څنګ ما مخکې عرض وکړ چې د جنرال دوستم مشکل زما سره نه و، دا اوس هم په لسهو واره ما نه تقاضا کړې سره کینو د هغو مشکل له دولت سره ول نظام. اما تظاهرات گسترده مردم که برای چند روز در برابر شما استاد، آیا این مسئله را جنرال دوستم در برابر شما توطئه کرده بود، در برابر نظام توطئه کرده بود؟ دا اوس چې جنرال دوستم د خپل والی سره ولې مشکل لري چې د انتخاب کړی و، ولې دوه هفتې مخکې د شپې ته دولسو بجو پورې موجګري درلوده د والي ته دا اوس څه مشکل ده؟ اوس همدر نشته. هر والی چې په جوزجان کې جنرال دوستم ورسره مشکل لري، یعنی هم در بغلان هم در جوزجان در جایی که شما به صفت والی اجرای وظیفه کردین این توطئه های حکومت مرکزی در برابر شما بود؟ سیاسی دی. بله سیاسی مشکلات دی. مردم یعنی تفریق اونها استفاده شدن در برابر شما؟ دا سیاسی رهبران مشکل ده. آقای همدرد به نظام فشار آوردی زمانی که شما والی جوزجان بودین، در تظاهرات که صورت گرفت بیش از ده ها نفر زخمی و کشته شدند، چرا چنین وضعیت پیش آمد؟ دا وضعیت طبیعی ده چه
تعداد خلق په ولایت او جنوب راوړي په ولایت هم نه دی راغلی، دا په ولایت کې هم نه دی وژل شوي، دا د قمانداني مخې ته وژل شوي. طبیعي ده چې وخت چې افغانستان اسلامي جمهوریت بیرغ کوزوي او د رئیس جمهور اما در تظاهرات خودش یک حق مدني مردم افغانستان است مطابق قانون اساسي، در تظاهرات نمیشه که مردم را با گلوله کشت. زه پوهیږم چې د تظاهرات یو اصل د حق ده، دیموکراسي ده، ازادي ده، دوی خپل باید غږ پورته کړي. خو هغه پخپله که تاسو وګورئ د تظاهرات ځانته یو قانون لري، د قانون مطابق داسې نه ده چې فرمسا ولایت قانونی مراجع قانونی میتونست داشته باشه برای اینکه که کسایی که خلاف میار تظاهرات حرکت کرده بودن، اما نه که با گلوله اونا بسته شوند و کشته شوند. هیچ کلا ما زده غش وجل طرفدار نه ام او نمی وجل ما ارزو کو چه بدبختانه د حادثه د قمدانی مخته وشو نه باید دا کار کی عامل حادثه بودن. عامل حادثه معلوم دل دو دوسیه سلام علیکم پرتی دی. خب بیا میشه که روشن کنین شما دا فکر کنم سرواری که دوسیه پرتی ولی یک طرف تظاهرات شما بودن که مردم در برابر شما ایستاده بودن، بل طرف تیم معلوم مشی تو خب مردم کشته شده بودن، از حکومت کمتر شاید کسای زخمی شده باشن، بیشتر مردم زخمی شده بودن. مردم کلمه سر موافق نیم ما عرض اما اونا مردم هستن آقای هم در دیره که شما اگر نپذیرین هم دوست مردم میتونن باشن. جنرال دوستم دی دغه سر مشکل لري، دی نظام سر مشکل لري، در جمهور سر مشکل لري، او تا دیت دی خلق و تظاهرات وای زیدی سر موافق نیم. چرا ماموریت شما در ولایت هایی که به صفت والی اجرای وظیفه کرده نمیشه با سر و صدای مردم پایان یافته؟ چرا با ولی با پکتیا که دست غک پرتن شد؟ در پکتیا هم برخی شکایت های جدی در برابر کارکرد های شما وجود دارد؟ قطعا وجود نداری، قطعا یا تکیم پیدا نکن. اما شما بازم علاقمند هستین به این که به عنوان والی اجرای وظیفه کنین، آیا تجربه سه ولایت نشان نمیده که شما یک والی موفق نبوده این؟ زه فکر کنم چه تر طول موفق والی پا بغلان و پا جوجر که زوم. اما چرا چنین وضعیت پیش آمد که شما نتونستین با اونها سازگاری سیاسی رو وجود بیارین؟ آقا مشکل دیگه جلوگیری میکنین از تظاهرات و مارزی دیگه شما میشد با اونها سازگاری به یک شکل وجود می آوردن که چنین وضعیت پیش نمی آمد و مردم زخمی و کشته نمی شدن؟ زه هیچ کلا خلق سر مشکل نلنه پی هیچ ولایت که خطن هیچ قوم سر هیچ دل سر ولس سر از ما مشکل نشته خطن نیلرم. در پکتیا برخی موارد مطرح میشه که شماری از نامزدان از طرف شما حمایت میشه و از دفتر شما مورد سپورت قرار میگیره، چنین چیز وجود داره؟ نه. پس چرا این مسئله بارها به یک شکل در مطبوعات و رسانه ها جا افتاد؟ هیچ کلام مطبوعات که در خبر نداوتلی یا مسئله رامنسه شو چه یه وکیل ولی ولایت را غلی چون چه برحال وکیلی تاسی پیه که چه در استاسی و مزار که برحال وکیلان ولایت نیشی زیره وخت چې ولایت ته ځي نو بیا په والي په دې متهم شو چې فرمسار والي د وکیل نه حمایت کوي هېڅ کله نه. شما با آقای خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری شورای تفاهم شمال را بنیان گذاشتن، در حالی که آقای سید نورالله سادات رئیس اجرایی حزب جنبش ملی گفتند که چنین حرکت ها موثر نیست و نمیتونه مراجع دقیق برای حل مشکلات مردم شمال باشه. من فکر کنم چې اسلامی حزب هر وقت و هر زمان که چه کلا منطقه که تشنج را مسکی، اختلافات قومی را مسکی، سیاسی را مسکی، اوی همیشه دی قربانی تا حاضر شویدی. ولی دی نسان الله آقا پیار ندی چه کلا دی حزب و دی جنبش در من شورای منگی بشه مال که جوله شو آقا وقت داغ شورا مفیده و اوسی د وحدت د خلی سره په مشري ماده تفاهم شورا را مسه شوی او دا مفید. اما امروز آقای همدرد شرایط متفاوت تر است از نسبت به او سالهایی که شما شوراهای در بینتان داشتن. امروز مراجع حل مشکلات مردم میتونه از طریق شوراهای ولایتی در ولایت‌های شمال باشه، پارلمان کشور باشه. این شورا به چی مقصد ایجاد شده با آقای خلیلی شما ایجاد کردین؟ تاسید ولایتی شورا و د اعضاب ترمنځ فرق باید وي. من دا 15 سپینګیر دلته شوی او 15 سپینګیر پښتانه یا تاجک او ازبک نه دی راټول شوی چلته یو شورا جوړ کړی. تاسو پوهیږئ چې د دوه حزبونو ترمنځ شمال کې تفاهم شورا جوړه شوی او دغه تفاهم شورا په چی منظور په چی مقصد دغه تفاهم شورا د نورو اعضابو لپاره هم دروازه خلاصه ده.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې خاصتا په شمال کې یعنی شما از آدرس حزب اسلامی با آقای خلیلی چنین شورا را ایجاد کردین؟ بله. و زیاتر میخواین در کدام موارد فعالیت داشته باشین؟ فعالیت های سیاسی شما چی خواهد بود در شمال؟ فعالیت طبیعی سیاسی فعالیت خود هر شب از توزیعاتی در شب خودی خود مونگ دیر اگه چی در چی در کم بدبختی کم مصیبات کم اختلاف چی به شمال که در غال دقا در دی ادرس گروه کو دلتا مونگه مونگ یو میلی یو والی راولی. چرا چنین دیدگاه مطرح میشه که این شورای که شما ایجاد کردین در برابر آقای محقق جنرال دستم یا آقای نور و کسای دیگه در شمال هست و تا اینکه بتونه زمینه حل مشکلات رو به وجود بیاره خود سبب اختلافات سیاسی و سایر موارد میشه. زوام چه ول توجه ول داش شوه زم ول خلق ته تشویش پیدا شوه دا شورا دی ملی اول لپاره ده د اتفاق لپاره ده د نظام د طرفداری په خاطر ده د حکومت د دولنه د حمایت په خاطر مایده ول دغه دوا حزب د اتفاق اتحاد نه خلق تشویش لري د اختلاف نه باید خلق تشویش لري د اتفاق اتحاد نه ول تشویش لري زه فکر کوم چې دا سوال هغه پر مربوطیږي چې تشویش لري ول تشویش لري در فرجام گفته می شود در شمال بیشتر نگرش های سیاسی و قضایای سیاسی که شما دنبال میکنه صورت قومی داره چرا چنین دیدگاه در برابر شما مطرح میشه و دلیلی که شما در بین سایر اقوام در شمال جایگاه ندارین زه فکر کوم چې دا سوال تاسو باید دغه نو کوي چې هغه په خپل په محدود یو قوم پورې تړلی دی د افغانستان اسلامي حزب یوازینی حزب چې هغه په ملي حزب دی د اسلامي په اندازه هیڅ حزب ملی حزب نده تاسی گوره بدخشان و صدربانی رئی جمهور و جمعیت رهبر و پیسی دلو ده امکانات دلو ده داوست ورشد ده 50% بدخشان حزب اسلامی ده آیا غد اما او حزب اسلامی تو حزب اسلامی فیلیر متفاوت است او حزب اسلامی امروز برخ زیادش با آقای حکمتیار در برابر نظام افغانستان مبارزه مسلحانه دارند شمار که او زمان جهاد افغانستان بود اما امروز شرایط متفاوت تر از زمان است شمار که په فاریاب کې ازبیان دی که په شبرغان کې ازبیان دی که په بدخشان کې ازبیان دی دا ټول هغه ازبیان دی چې د نظام نه دولت نه حمایت کړی په انتخابات کې په ټول قوت د کرزي صاحب نه حمایت کړی او بیا به هم کوي تشکر آقای همدرد از اینکه حاضر شده تا با شما گفتگویی داشت. تشکر از شما. تشکر بیننده های عزیز که تا این دم ما را همراهی کرده.